افکت وجود داره، یا در ستون فقراتشان که میتونیم بگویم که قبلا گفتیم فرو رفتگی یا برآمدگی می داشته باشه که اینا اعصاب از این قسمت خود مثانه را تعصیب میکنه و میتونن که اینا برون به یک بخش دکتر صاحب یورولوژی و از اینا یک معاینات مکمل کنن. بعد از اینکه معایناتشان نرمال بود باز آیا افسردگی یا امراض روانی هم میتونه که باعث کنترل نکردن اضطراب شود؟ بله، افسردگی یا اضطراب هم میتونه که به این شکل به نزد مریضات تنها از طرف شب نیست، طرف روز هم اونا کنترل کرده نمیتونن که و یا عاملش هست که یکی از عامل شب ادراری همیست در نزد اطفال، چون بسیار واقعات کم مضطرب میباشن کم میباشن و زیادتر مشکل شب ادراری در اطفال میباشه و اونا را اطفال چطور مضطرب میشن. مثال اطفال ما یکی از توصیه های ما ایست که اطفال بسیار گیم میزنند در موبایل و شواتان و وقت و به این شکل مضطرب میباشن و اطفال تعدید که میشه به این شکل افسرده میباشن و بالاخره نزدشان شب ادراری موجود نمیشه. بسیار خوب. خب دکتر صاحب میشه بگین که ضرباتی که انسان در قسمت کمر، شما چون پیشتر گفتین که ستون و فقرات اگر عصبش آسیب ببینه پس میتونه که شب ادراری رو به وجود بیاره، ضرباتی که از تنها از قسمت ستون و فقرات به انسان وارد میشه باعث میشه که شب ادراری به وجود بیاد و یا هم دیگه ضربات هم میتونه باشه؟ خب خود مثانه را که اول تعصیب شه بگیم که یعنی از کدام طریقی تعصیب میشه، یعنی اعصابش از کجا منشأ میگیره، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشه که بله. خود فقرات لمبر یا خود قطنی یا کمر منشأ میگیره که اینا در بخش به حساب اسفنکتر خارجی و داخلی رول خود دارن و در اینا زیادتر میتونه که از باعث خود فقراتشان باشه چون تعصیب از اینجا میشه و دیگر ضربات مثال اگر ضربات بطنی دیده باشن یا در تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. شما دور بخیر. تشکر. بفرمایید سوالتان. بخیر هستین. سلام علیکم. سلام علیکم. داریم من یکم دویم هر شب دوازده ساله؟ دوازده ساله هسته. خب، کدام مشکل دیگه نداره؟ نه، هیچ مشکل دیگه نداره. و این تکلیف شان از سابق است یا فعلا برشان پیدا شده؟ از سابق است. درست است. حتما دکتر صاحب جواب میتن؟ خب به این برادر و طفلکشان که 12 ساله است مشکل شب ادراری داره، برای از اینا توصیه ما اولی است که توصیه روش درمونی میگه میره که در از طرف روز بر از اینا مایات زیاد بتن و از طرف شب برشان مایات کم بتن، خصوصا بعد از هفت عصر و اینا که خواب شدن 300 بعد از اونجا بیدار کنن که برن دستشوی. بله. و همچنان ما گفتیم که تا 12 سالگی ظرفیت مثانه بلند میره در سال 25 میلی لیتر. به می شکل اینا باید به می عقیده باشن و خود طفلان بفهمانن یعنی که این مشکله، یعنی مشکل خراب نیست. ببخشید دکتر صاحب بازم تماس داریم. بله بفرمایید. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. می وقتی ما یک مشکل داشتیم بچه که ما ایت سال هسته نظام وقتی که چی شده دیگه اطرالش می رو دیگه سر می کنه. از چند سالگی؟ هشت ساله؟ به شبانه چند بار دفعات شما میفهمین چند بار جای خود تر میکنه؟ شبانه زمین این هشت ساله است از پمپرس های کلان استفاده میکنیم تا صبح از اون پمپرس هم خارج میشه. هشت ساله است یا هشت ساله؟ هشت ساله است. هشت ساله. مکتب میره؟ آه مکتب میره، سلسل اول مکتب هست. خب دیگه کدام مریضی ندارم؟ امین مشکل برش ایجاد میشه؟ آها فکر کنم تمام. گفتم در طول روزم این مشکل برشان ایجاد میشه؟ نه از طرف روز نیست، از طرف شب هست. آها تشکر دکتر صاحب جواب میده برسان. خب برای رضی طفلک چون 8 ساله است ما گفته بودیم تا سن مدرسه ای را به شکل نرمال تلقی میکنیم چون 8 ساله است ما باید به نزد از بعضی معاینات دیگر کنیم که اگر مثانش کدام مشکل نداشته باشه چون خود والدین میگه که نه کدام مشکل دیگه نداره اما اونا معاینات کردن یعنی پیش یک متخصص یورولوژی رفتن برش معاینات دادن یا ندادن
و اول مایناتش میبینیم که کدام مشکل دیگه نباشه، مثلا عفونت های ادراری میباشه که میشه به ادراری میاره و وجود میاره و بعض چیهای دیگه. و خود از این باید به این شکل که چون به برادر دیگه گفتیم، برای از یه طرف روز مایات زیاد داده شد و از طرف شو از چیزای کافیندار، نوشابجات گازدار، مایاتی چیزا، قدم همه شیرنی از طرف شو اینا پریز کنند و ترامنه که مکمل مایات نتنی شما و اگر میتونه بازشان 300 بعد از خواب کردن اینا رو بیدار کنه و ببره به تشنا، به این شکل اگر توانایی داشت میتونه که دمی توشک های زنگدار که در وقتی که تر میشه، چون این بالاخره در حدود 2 ماه الی 3 ماه وقتی که طفل بیدار شد و زنگ زدک تداوی بسیار خوب است و قابل اودام نیست و بالاخره که باز به این شکل نشد، باز میتونیم برش تداوی های دارویی یا دوایی شروع کنیم که بعدا او را باز میتونیم که باید ماینات شدیده بعد از اینکه دیگه مشکل نباشه باز از تداوی ها برش رو میکنیم. و اما سواله که البته نیمه من پاسخش میشه که حالا پاسخش تکمیل بسازیم. از کدام سوال بودم؟ از گفتن 12 سال است و بچگی که شنا گفتن یک برادر ما تماس گرفته بودم و گفتن مشکل داره و مشکلش هم فکر میکنم بعد از 8 سالگی برش پیدا شده. بعد از 8 سالگی یت من شب ادراری ثانوی هست که چون یعنی در حوایل از نوزادی تا 6 سالگی شاید شب ادراری داشته باشن و بالاخره با شب ادراریش قطع شدن. بله. و بعدم که از 8 سالگی شروع شده حتما کدام مشکل هست در سیستم بولی و تناسلی ازی یا سیستم ادراری ازی، یعنی یک ماینات کنه، بعد از ماینات باز میشه که تصمیم بگیره خود دکتر صاحب. این مشکل فقط میتونه با مایناتی که انجام میتن ماینات به این خاطر است که دیگه مشکلات باید رفع شود، یعنی کدام مشکل دیگه نباشه. بعد از او باز روشش همین شکل است که مایات زیاد از طرف روز بگیره. مایات زیاد به این معنی است که از طرف روز مثانه شوج میشه زیاد میکنه، زیاد میسازه و دفعات ادرار که از طرف روز میگیره بالاخره فاصله بده. به این خاطر وقتی که ادرار رو یعنی در مثانه کم باید به تفلک نره به ادرار کردن، بگذاره که خوب مثانهش پر شوه و خود از این بالاخره عادت میکنه که خود ظرفیت مثانه هم چی میشه و خود مثانهش پر میمونه. به یک چند مدت که پر مون به این شکل فاصله رو انتخاب کنه بالاخره مشکل از این حل میشه. بسیار خوب. خب دکتر صاحب سوال دیگه ای که بعضی طفلا هستن فقط در وقتی که بعضی مریضی ها برشان پیش میایه تماس جواب بتیم. بله بفرمایید. نه بچه داشتیم دوباره از من معلومات میرسیم. چند سال است پسرتان؟ بله گفتم چند سال است یک بچه یکتان؟ تقریبا فعلا 14 سال است. از 3 سالگی شاشش دامیال وزیره من نمیشه هرشو که دکترم که بودم دکترم بودی دوانه باره. درست پیش دکتر نرفتن؟ پیش دکتر بودیم، دکتر گفت حالا یک دو تا مایده اوشو که از خالی ما هم هست ما دوا برش پیدا نکردیم، چهارش ما پیدا نکردیم که شما خود نمیتونین پیدا کردیم. دکتر صاحب خودتان اگر کدام سوال دارین؟ خب تا 3 سالگی یعنی نمیکرد، بعد از 3 سالگی شروع شد شب ادراریش؟ بله بعد از 3 سالگی نمیدون لذید تا 14 سالگی شد همیشه هر جایی هم که رفته جایی هم روان کرده نمیتونیم هر جایی هم که برای نمبر جایی هم که برای در خانه هر جایی هم میمانم که باشم شاشش همیشه هست. خب ایرا میتونیم که تماسشان قطع کنیم جواب باشیم. خب جوابتان هم بشنوین دکتر صاحبتان جواب میتن. خب یام میگن که یعنی تا 3 سالگی مشکل نداشته، حتما مشکل داشته. خب بعد از شاید بعد از 2 تا 3 سالگی مشکل نداشت، بعد از او باز ورشانی مشکل پیدا شده. اینا زیادتر کوشش کنن که درمان روانی برش بکنن، گرچه یعنی برای والدین هم فهمانده شده که وقتی که طفل ادرار کرده و قدر تهدید نکنن برش، به این شکل که قبلا گفتیم برای از اونا تا جایزه بانن که اینی وقت و اگر هم شب خوش خواب کردی و برش فامانده شوه. و یک چیز دیگر باید بگویم که شب ادراری که هست که یک مسئله ارثی هم هست دیش، یعنی از ارث هم میتونه که از مادر و پدر برای اطفال ببره. خب دکتر صاحبی تداوی داره؟ یعنی چون طفلشان 14 ساله شده و تداوی داره؟ تداوی داره. اول تداوی همین روش ها را که انتخاب کردیم برایشان، این روش هایی که قبلا ذکر کردیم، این را
اگر دیام کامیاب نشد بعد از تداویای دوایی داره که ما میتونیم مریضای خود ایمپرامین بدیم که خود ایمپرامین ظرفیت مثانه را زیاد میکنه و دوزش هم از 25 میلی گرم نظر به خود سن سال مریض ما شروع میکنیم. دکتر صاحب میشه که از نظر روانی هم این مشکل ایجاد شود نزد اطفال؟ از نظر روانی نزد اطفال در حدود 1% این مشکل پیدا میکنه. 1% بسیار کم است در جامعه. اما روان درمانی نزد اطفال بسیار به مشکل است. تا که خود والدینش کمک نکنه. اول باید خود والدین بفهمانیم که یعنی اگر طفل جای خود ترک کرد او را به حساب تهدید نکنه و برشان داریم. زکیه جان. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. میشه سوالتان رو مطرح بسازیم؟ دکتر صاحب محترم برادر کوچک داشت تقریبا 10 سال داره و همی عمل در شب جای خود تر میکنه همی عمل داره. درست است. از چند سالگی شروع شده؟ از خردی است. از سنهای تقریبا 1 ساله است و متداوم نیست. هر شب نیست. البته بعد شواس هم متداوم نیست. وقفه ایست. یا که سرش فشار میاد. بسیار خوب. خب حتما سوالتان جواب میتن. کدام مشکل دیگه نداره؟ نه الحمدلله مشکل دیگه نداره. بسیار خوب. خب میشه جوابتان بشنوین؟ خب برای از این طفلک که تا 10 سالش تک ایران باید اول خب والدینش کوشش کنه براش بفهمانه که یعنی این کدام مشکل نیست و خودش باید مضطرب نشه. طفل خودش از این رنج نبره و براش بعض اطفال هست که مثال در سنین 10 سالگی که اینا به تنهایی میرن به دستشوی اگر کدام مشکل در دستشوی باشه یا ترس داشته باشن یعنی در بعض خانواده تشنابشان شاید در روی اولی یا در گوشی باشه و طفل وقتی که بیدار میشه اما از ترس نمیتونه که بره به تشناب بره و به اون شکل شب ادراری نزدشان پیدا میشه و این چیزا رو براشون مهیا کنن و اونقدر تهدیدش نکنن. مثال اگر والدینش هم شب براش بگه که خودشون هم اگه شب ادراری داشتن بگوین که یا کدام طفل دیگه که در خانه شان است اونا هم بگوین که هیچ کدام گپ نیست. صرف همین تمرینات که برشان گفتیم یعنی باید از طرف روز مایات زیاد استفاده کنن چون حجم مثانه از این یا هنوز به تکامل نرسیده حجم مثانه شان زیاد شده مشکلشان حل میشه. بسیار خوب و میایم سر راه های حل این مشکل میپردازیم که بیشتر کدام راه های حل میتونه که جلوگیری از شب اضطراری کنه؟ خب رای حلش اول روش درمانی میگن که یعنی من روش ها را که من قبلا ذکر کردم که از طرف روز مایات زیاد بگیرن و شب کم بگیرن و بعد از خواب بخیزن 3 ساعت بعد از خواب اونا رو بیدار کنن و بعد از اون با دکتر صاحب بسیار ببخشید که وقت برنامه هم تمام شده. تشکر از شما که در برنامه تشریف آوردین. ان شاء الله در برنامه‌های دیگه هم با شما خواهد بودیم و در فیسبوک برنامه دوست عزیز سوالاتتون رو مطرح بسازین. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودین. تا روز دیگر همتون رو به خداوند یکتا میسپاریم. تا فردا شما رو به علای یکتا به همتون میسپارم. شاد و موفق باشید.